اوایل آذر ماه سال 1397 مردی که از کرج به اداره پلیس آگاهی مراجعه میکنه و میگه که زنش گم شده و نمیتونه ازش ردی پیدا کنه احسان میگه سابقه نداشته که پریا جایی بره و به هم خبر نده و الان معلوم نیست که دقیقا کجاست پلیس گزارش رو ثبت میکنه و وارد عمل میشه. طی تحقیقات تخصصی رد این دختر از جایی زده میشه که غیر قابل باور بوده. سلام رفقا. مهدی هستم همراه و روایتگر پرونده های جنایی از کانال مهدی تیوب. امشب با یک پرونده عجیب و دلخراش از کرج در خدمت شما هستم. خوشحال میشم برای اینکه از کانال خودتون حمایت کنید صفحه ما رو سابسکرایب، زنگوله کنارش رو فعال و ویدیو رو لایک کنید. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و شما رو به شنیدن ادامه و جزئیات پرونده امشب دعوت می کنم. رفقا قبل از شروع برنامه خواهشی داشتم اون هم اینه که من بالاخره تونستم کانال داستان واقعی رو هم ایجاد کنم و اونجا هم مشغول به فعالیت هستم توی کانال پادکست روایت که کانال داستان واقعی من هست ویدیوهای مربوط به داستانهایی که شما از زندگیتون برام ارسال میکنید رو آماده میکنم ممنون میشم کانال رو که لینکش در دیسکریپشن و این بالا تبیه شده فالو کنید و بعد ادامه ویدیو رو تماشا کنید خیلی عزیزید و دوستتون دارم مرسی از حمایت هاتون دوم آذر ماه سال 1397 ساعت حدودای 6 بعد از زهر، احسان و پریا برای خرید از خونه خارج میشن با هم وسایلی که لازم داشتن رو میخرن و بعد هم ساعت حدودای 10 شب به خونه برمیگردن احسان برای مأموریت کاری مجبور بوده که به مدت دو روز به شیراز بره برای همین هم واسه اینکه بتونه دل زنش رو به دست بیاره چنین کاری میکنه این پسر راهی شیراز میشه و دو روز بعد از این ماجرا مجددا به کرج برمیگرده با این تفاوت که این بار زنش پریا خونه نبوده و اون هم نمیدونسته که پریا کجاست با تمام کسایی که احتمال میداده از پریا خبر داشته باشن تماس میگیره و سراغ زنش رو میگیره اما هیچ کس ازش خبر نداشته تنها کسی که آخرین بار با پریا در ارتباط بوده دوست نزدیکش مریم بوده احسان به هر دری میزنه موفق نمیشه که ردی از زنش پیدا کنه برای همین هم مجبور میشه به اداره پلیس آگاهی کرج مراجعه کنه و خبر گم شدن زنش رو بده احسان توی اداره پلیس بعد از اینکه راجع به این موضوعات حرف میزنه میگه ساعت حدودای 11 شب چهارم آذر بود که از شیراز به تهران رسیدم هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود و توی این مدت دو سه بار با زنم حرف زده بودم و همه چیز خوب بود اون شب مستقیم به خونه رفتم هر چقدر در زدم کسی در رو برون باز نکرد با هزار زحمت کلید خونه رو پیدا کردم و وارد خونه شدم چراغا خاموش بودن و خونه هم سرد بود مشخص بود که مدتی می شده که کسی توی خونه نبوده وارد اتاق شدم دیدم پنجره اتاق بازه و دلیل سردی خونه هم همین بود کنار آشپز خونه اما گلدونی که پریا خیلی دوست داشت روی زمین افتاده بود و شکسته بود من با دیدن این وضعیت به قضیه شک کردم همون شب با همه تماس گرفتم متاسفانه هیچ کس از پریا خبر نداشت با مادر زنم هم حرف زدم اونم بدتر از من نگران شد و گفت که دو روزی میشه که خبری از پریا نداره با مادر زنم افتادیم دنبال پریا با تلفنش تماس گرفتم دیدم گوشیش توی خونه توی کموده دیگه حسابی نگران شده بودم یه روز از این قضیه گذشت و وقتی دیدم نمیتونم زنم رو پیدا کنم به اداره اومدم پلیس اظهارات این مرد رو ثبت میکنه و پیگیر این قضیه میشه ببینه پریا آخرین بار با چه کسی در ارتباط بوده معمورا برای تحقیقات به محله زندگی احسانینا تو بلوار جمهوری میرن و وارد خونه اونا میشن تا بررسی های لازم انجام بگیره پلیس از طریق تلفن همراه پریا موفق بشه متوجه این موضوع بشه که این زن آخرین بار سوم خرداد ما حوالی ظهر با مریم دوست صمیمیش در ارتباط بوده البته خود احسان هم این قضیه رو به مامورا گفته بوده داخل خونه اما شواهدی وجود داشته که پلیس رو به شک میندازه شواهدی که نشون میداده انگار توی اون خونه اتفاقی رخ داده همین قضیه هم باعث میشه تا تیم های اثر انگشتنگاری و جنایی پلیس وارد خونه بشن احتمال داده میشده که پریا به جایی نرفته باشه و داخل خونه برای این زن اتفاقی افتاده باشه پلیس بررسی های تخصصی که انجام میده این قضیه رو ثابت میکنه معمورا تو بررسی هایی که داشتن گوشه دیوار آشپزخونه چند قطره خون پیدا میکنن آزمایش های مختلف انجام میشه و مشخص میشه که خون متعلق به پریاست تیم نگاری اما موفق نمیشه ردی از شخص غریبه داخل خونه پیدا کنه با این مدارک معلوم میشه که به احتمال زیاد پریا داخل خونه به قتل رسیده و جنازه اون به بیرون منتقل شده ماجرا کمی جدی تر میشه از طرفی احسان که دیگه امیدی به زنده بودن زنش نداشته به شدت نگران و ناراحت بوده ما در زنش سارا اما اون رو آروم میکنه و میگه نگران نباش هیچ اتفاقی برای دختر من نیفتاده و خیلی زود پیدا خواهد شد تحقیقات پلیس برای اثبات فرضیه‌ای که به وجود اومده بوده آغاز میشه. معمورات تو وهله اول با مریم، دوست صمیمی پریا حرف میزنن تا ببینن که اون از ماجرا خبر داره یا نه. مریم هم توی اداره پلیس میگه اون نزدیکترین شخص به پریا بوده و با هم خیلی صمیمی بودن. همیشه خدا هر حرفی داشت به هم میگفت و اگه نیاز به کمک داشت من سریع اقدام میکردم. اون روز با هم کلی تلفنی حرف زدیم همه چیز خوب بود و هیچ مشکلی وجود نداشت مریم میگه پریا هر وقت با هم حرف میزد از شوهرش تعریف میکرد و میگفت خیلی درکم میکنه و همیشه خدا نیازهامو به بهترین نحو ممکن برطرف میکنه حدودا دو ساعتی با هم حرف زدیم بعد هم خدافزی کردیم من دیگه نمیدونم که براش چه اتفاقی افتاده و چه کسی با اسوبانی این ماجراست پلیس اظهارات این زن رو ثبت میکنه و همچنان به تحقیقات خودش ادامه میده تا اینکه یه گزارش همه چیز رو تغییر میده اهالی یکی از محله های پرند بعد از اینکه شاید صحنه دلخراشی میشن با پلیس تماس میگیرن و ماجرا رو به اونها گزارش میدن فریبا زنی که در حال تردد از مسیر بوده ماشینش مشکل پیدا کرده بوده و مجبور میشه که کنار جاده نگه داره با امداد خود رو تماس میگیره و یه مکانیک سیار برای کمک پیش این زن میاد همزمان با این قضیه فریبا تو فاصله کم با جاده متوجه پتویی میشه حالت پتو جوری بوده که انگار داخل اون کسی خوابیده بوده موضوع رو به اون شخص مکانیک میگه و این دو نفر با هم برای بررسی به اون محل میرن فریبا به پلیس میگه دو تا پتو به طرز عجیبی دور هم پیچیده بودن و ما وقتی پتو رو کنار زدیم با صورت زنی که سرش خونی بود روبرو شدیم من حالم بد شد و نتونستم دووم بیارم برای همین هم از اون محل دور شدم و با شما تماس گرفتم پلیس گزارش رو ثبت میکنه و راهی محل میشه ببینه موضوع چیه مامورا به همراه یه تیم از نیروهای امداد به محل کشف جسد میرن بررسی های اولیه شکل میگیره و جنازه به پزشکی قانونی منتقل میشه طی بررسی ها مشخص میشه که این شخص تو محل دیگه ای به قتل رسیده و جسدش به اونجا منتقل شده پلیس حد میزنه که این اتفاق با پرونده گم شدن پریا ارتباط داشته باشه برای همین احسان راهی پزشکی قانونی میشه تا فرایند تشخیص هویت رو انجام بده متاسفانه جسد مت علق به پریا بوده و احسان بعد از اینکه صورت زنش رو میبینه از حال میره پلیس احسان رو به بیمارستان منتقل میکنه و آزمایش های پزشکی قانونی آغاز میشه طی بررسی ها مشخص میشه که پریا در اثر ضربه یه جسم شکننده و سخت به قسمت گیجگاهش دچار این حادثه شده پزشکی قانونی گزارش خودش رو آماده میکنه و تحویل پلیس میده طبق این گزارش احتمال بر این میره که محلی که پریا دچار این حادثه شده کنار دیوار آشپزخونه بوده و جسمی که به سرش اصابت کرده اون گلدونی بوده که اونجا شکسته بوده پلیس اما تحقیقات خودش رو از داخل محله پریاینا آغاز میکنه همزمان با این موضوع مامورا سعی میکنن تا تصاویر دوربین های مداربسته دور اطراف خونه پریاینا رو هم بررسی کنند. از شش دوربینی که توی کوچه بوده فقط دو دوربین سمت خونه پریاینا رو ثبت میکرده اونم فقط مسیر رو نشون میداده و ورودی درب خونه رو نشون نمیداده پلیس این تصاویر رو بررسی میکنه و با اهالی محل هم حرف میزنه تا شاید از اونها هم بتونه مدارکی به دست بیاره تقریبا تمام همسایه ها بیخبر از این ماجرا بودند و حرفی راجع به این موضوع نمیزنند اما یکی از اهالی حرفهایی میزنه که پلیس رو نسبت به یه نفر مشکوک میکنه از طرفی تصاویر دوربین های مداربسته هم به این شک قوت میبخشه فرهاد همسایه احسانینا میگه سوم آذر ماه شب ساعت حدودای 9 بود که مادر پریا رو دیده که با ماشین از داخل خونه اونها خارج شده فرهاد میگه من کنار کوچه بودم و سعی کردم تا با سارا خانوم سلام علیک کنم اما اون من رو ندید و با سرعت بالایی با ماشین از اونجا رد شد پلیس بعد از این اظهارات توی تصاویر دوربین های مدار بسته هم ماشین سارا رو داخل کوچه میبینه که با سرعت بالایی در حال تردده و از اونجا در حال رد شدن بوده پلیس به این قضیه مشکوک میشه برای همین سعی میکنه تا تصاویر دوربین های نزدیک به محل پیدا شدن جسد پریار رو هم چک کنه تو همین بررسی ها در کمال ناباوری تصویر ماشین سارا ساعت حدودای دوازده شب تو اطراف محل پیدا شدن جسد توسط دوربین های اون محل ثبت شده بوده پلیس سریعا اقدامات لازم رو انجام میده و این زن به عنوان مزنون اصلی این پرونده بازداشت و راهی اداره پلیس آگاهی کرج میشه سارا توی اداره پلیس یکم داد و بیداد میکنه و میگه من توی ماتم از دست دادن دختر من و چرا الان باید دستگیر بشم پلیس اما مدارک و شواهدی رو که به دست آورده بوده بعد از اینکه این زن آروم میشه در اختیارش قرار میده سارا بعد از فهمیدن اینکه همه چیز لو رفته مجبور به اعتراف همه چیز میشه این زن توی اداره پلیس حرفهایی میزنه که پلیس رو شوکه میکنه سارا میگه حسودیم میشد که دخترم از رابطه با شوهرش لذت میبرد و من بی‌نصیب بودم این زن میگه چهار سالی میشه که از شوهرش بابت اختلافاتی که داشتن طلاق گرفته عمده مشکلاتشون هم سر این قضیه بوده که شوهرش بهش توجهی نمیکرده و نمیتونسته نیازهای اون رو برطرف کنه این زن میگه بعد از اینکه از شوهرم طلاق گرفتم یه مدت تنها بودم من خیلی به خودم میرسیدم و مدام دنبال پسری بودم که بتونه نیازهامو برطرف کنه دو سه باری بعد از محمد با دو سه تا پسر ارتباط گرفتم اما اونا خیلی خوب نبودن من دنبال یکی بودم که کنارم بمونه و به هم محبت کنه اما چنین شخصی رو نتونستم پیدا کنم تا اینکه دخترم که چهار سالی میشد ازدواج کرده بود حین رفت آمدها به خونم حرفای جالبی به هم زد من باعث شدم که اون این حرفها رو بزنه سعی میکردم باهاش صمیمی بشم تا از زندگیش برام بگه واقعیت شوهرش احسان پسر جذابی بود منم ازش خوشم میومد تو همین گفتگوها هم همش سعی می کردم تا پریا یه جوری از احسان با هم حرف بزنه اونم بعد از یه مدت که خجالتش ریخت هر حرفی رو به هم پریا راجع به رابطه هاش با احسان هم حتی با هم حرف میزد و می گفت که خیلی بلده و زندگی با شوهرش براش خیلی لذت بخشه من که دیگه اتش گرفته بودم سعی می کردم تا با احسان سمیمی تر بشم اون بچه خوبی بود و ذاتا ما هم سمیمی بودیم رفته رفته این سمیمیت بیشتر هم شد تا جایی که من خودم رو تو بغل احسان دیدم دو سه بار بدون اینکه پریا رو به خونم دعوت کنم از احسان میخواستم بابت اینکه بهم کمک کنه به خونم بیاد اونم میومد من به بهونه های مختلف بغلش می کردم یا از صورتش می بوسیدم. بعد از یه مدت این رفتارای من روی اون هم تأثیر گذاشت اوایل احساس خجالت می کرد اما بعد از یه مدت اونم به سمتم جذب شد و من با دامادم وارد رابطه شدم این رابطه به یه بار ختم نشد هر از گاهی با هم توی خونه من می موندید. احسان بعضی شبها بهونه کار می آورد و به خونه نمی رفت و به خونه من می اومد. من احمق خریت کرده بودم و از رابطه هامون برای اینکه بعدن خودم ببینم فیلم می گرفتم. اون فیلم ها رو هم توی گوشیم ذخیره کرده بودم. هیچ کس به گوشی من دسترسی نداشت برای همین هم من نگرانی نداشتم تا اینکه یه مدتی گذشت و برای احسان واقعا یه کار پیش اومد اون مجبور بود که برای یه پروژه کاری به شیراز بره از منم خواست که همراهیش کنم اما اگه میرفتم دخترم به قضیه شک میکرد برای همین همچین کاری نکردم فردای اون روزی که احسان به شیراز رفت به خونه پریا رفتم تا چند ساعتی پیشش باشم و اون احساس تنهایی نکنه توی خونه نشسته بودیم و من مشغول حرف زدن با تلفن بودم که یه هوش کم درد عجیبی گرفتم پریا از قبل ازم یه عکس میخواست که بذاره توی پروفایل گوشیش روی شماره من منم فرصت نکرده بودم که بهش عکس بدم تا امی که من به دستشی رفتم و برگشتم همه چیز زیر و رو شد پریا بدون اجازه من گوشیم رو برداشته بود و از اونجایی که روشن بود وارد گالری گوشیم شده بود و در حالی که داشت یه عکس ازم پیدا میکرد فیلم های رابطه من و شوهرش رو دید داشتم از دستشویی خارج می شدم که یهو یه جیغ و داد پریا رو شنیدم فریاد میزد که مامان تو چیکار کردی تو زندگی منو نابود کردی مگه مرد کم بود و چرا باعث شدی که شوهرم بهم به خیانت کنه پریا همینطور داد میزد و منم که شوکه شده بودم همش میپرسیدم که چی شده و چرا داری فریاد میزنی که اون فیلم ها رو از توی گوشیم به هم نشون داد نمیدونستم که باید چی بگم ممن من کردم پریا اصابش خیلی داغون بود به سمتم حمله کرد و گلوم و گرفته بود و فشار میداد میگفت نمیبخشمت نمی بخشمت. حلالت نمی کنم من واقعا داشتم نفس کم می آوردم تنها چیزی که تو دستم اومد یه گلدون بود وسط همین جر با همون گلدون یه دونه زدم تو سر پریا از حال رفت و افتاد روی زمین به یه دقیقه نکشید که دیدم از تو گوشش داره خون میاد استرس و فشار منو گرفته بود و حال خوبی نداشتم نمیدونستم که باید چی کار کنم نبز دخترم رو گرفتم نمیزد زربان قلبش وایستاده بود از طرفی هم گریم گرفته بود تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که برای اینکه که خودم رو نجات بدم جسد دخترم رو قایم کنم با هزار زحمت دو تا پتو آوردم و جنازه رو انداختم وسط پتوها بعد هم به زور جنازه رو به ماشین منتقل کردم خونه رو مرتب کردم بعد هم همراه با جنازه دخترم از اونجا فرار کردم ساعت حدودای دوازده شب بود چند جا رو برای اینکه جنازه رو مخفی کنم بررسی کردم و نهایتا تنها جایی که به نظرم خوب می اومد همون سمت پرند بود جنازه رو کنار جاده جایی که کسی متوجه نشه انداختم بعد هم از اونجا فرار کردم سارا میگه اشتباه بزرگی مرتکب شدم به خاطر حوسم زندگی دخترم رو نابود کردم و باعث شدم که اون بمیره این زن میگه من نباید به دامادم نزدیکی میکردم اشتباه از من بوده و هر حکمی که به هم داده بشه حقمه پلیس اظهارات این زن رو ثبت میکنه و با توجه به اظهاراتش احسان هم بازداشت و راهی اداره میشه مامورا این اظهارات رو در اختیار احسان قرار میدن اون هم میگه مقصر اصلی کشته شدن پریا اون و مادر زنشه احسان میگه من اشتباه بزرگی مرتکب شدم و به خاطر یه حوث زودگذر تو دام مادر زنم افتادم این کار رو میکردم اما مادر زنم اونقدر دوربرم پلکید و به هم اصرار کرد که دیگه چارهای برام نمونده بود هر بار که با اون وارد رابطه می شدم و شبهایی که به خاطر اون زنم رو توی خونه تنها می زاشتم عذاب وجدان می گرفتم اما چاره ای هم نداشتم مادر زنم بود خیلی راحت می تونست نابود کنه دو سه بار به شوخی تهدیدم کرده بود که اگه به رابطه باهاش ادامه ندم به پریا میگه منم میترسیدم برای همین به این کار ادامه دادم تا اینکه این اتفاق افتاد احسان میگه حرفی برای گفتن نداره و نمیدونه که چه اتفاقی خواهد افتاد اما هر اتفاقی هم بیفته حقشه و آماده مجازاته پلیس اظهارات این پسر رو هم ثبت میکنه سارا توی خونه احسانینا صحنه جرم رو بازسازی میکنه بعد هم احسان و سارا راهی بازداشتگاه میشن تا دادگاهشون برگزار بشه سارا متهم به قتل عمد و علاوه بر اون به همراه احسان هر دو متهم به زنا میشن جلسه رسیدگی به این پرونده هم برگزار میشه قاضی پرونده شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو بررسی میکنه پدر پریا به عنوان خانواده مقتول توی دادگاه حاضر میشه و از قاضی برای زنش و دامادش درخواست اشد مجازات میکنه محمد میگه زنش از اول هم همینقدر سست انصر بوده و حالا به خاطر سهلنگاریش باعث شده تا دخترشون بمیره سارا اما توی جایگاه میگه به شدت پشیمونه و نمیدونه که چطور باید این قضیه رو حل بکنه احسان هم توی جایگاه میگه اشتباه بزرگی مرتکب شده و حاضره که هر مجازاتی رو قبول کنه احسان میگه دیگه زندگی بدون زنش براش معنی نداره و دلش میخواد که پیش همسرش بره قاضی پرونده اما بعد از بررسی شواهد و مدارک موجود توی پرونده سارا رو به اتهام قتل عمد و عمل زنا که ثابت شده بوده به اعدام و احسان رو هم به اتهام عمل زنا که باز هم ثابت شده بوده به اعدام محکوم میکنه خیلی خوشحالم که تا اینجا پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات چند دختری که توسط مربی بازیگریشون توی خونه این شخص بهشون تجاوز میشه رو حتما 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 ببینید